من لاله مهراد هستم از مؤسسه جوی. این مدیتیشن برای کودکان حدود 6 سال تنظیم شده و مربوط به احساس دلتنگی هست. شاید که کودک شما اسباب بازی مورد علاقهش، فرد مورد علاقهش، حیوان خونگی مورد علاقهش یا حتی خونه مورد علاقه یا مدرسه و معلمین مورد علاقش رو از دست داده. مهم نیست که به چه شکلی از دست داده باشه. ما میتونیم این مدیتیشن رو برای کودکان بگذاریم تا با احساس دلتنگی و کاری که میتونن براش بکنن آشنا بشن. یکی از راه‌هایی که میتونه اونها رو نزدیک به اون شخصی که از دست دادن نگه داره. لطفاً این مدیتیشن رو تا انتها خودتون گوش کنید و انجام بدید و در صورتی که با شرایط و سن و موقعیت کودک شما تناسب داره این مدیتیشن رو از این لحظه به بعد براش بگذارید. من لاله هستم. این بار میخوایم یه تمرین دیگر رو با هم انجام بدیم و این دفعه میخوایم احساس دلتنگی رو درباره‌اش صحبت کنیم. میدونید که احساس دلتنگی چیه؟ وقتی که ما یکی رو خیلی دوستش داریم و نزدیکمون نیست یا دیگه نمیتونیم ببینیمش، وقتی که اونو نداریم دیگه خیلی ناراحت میشیم یا دلمون تنگ میشه، انگاری که واقعا دلمون کوچیک شده. ما دوست داریم که اونا رو دوباره ببینیم، باشون حرف بزنیم و احساسشون کنیم. به این میگیم احساس دلتنگی. ما عادت کردیم که همیشه چیزا رو ببینیم یا لمسشون کنیم یا صداش رو بشنویم یا بتونیم بچشیمش یا بوش کنیم تا بتونیم بفهمیم که هست. ولی گاهی اوقات میتونیم جورایی دیگه هم ببینیم و حس کنیم. امروز میخوام اینو بهتون یاد بدم. آماده این؟ پس یه جای آروم بشینید یا دراز بکشید و چشماتون رو ببندید. حالا یه نفس عمیق بکشید و دستاتون رو شل کنید. یه نفس عمیق دیگه و این دفعه پاهاتون هم شل کنید. حالا یه نفس عمیق دیگه و کاملا بدنتون بذارین شل بشه. و الان که بدنتون هم در آرامشه، به یک پارک بزرگ که یه درخت خیلی بزرگ خوشگل داره فکر کنید و بعد ببینید که اون کسی که دوستش دارین از اون دورا داره میاد طرف شما. شما خوشحال میشین که میبینیدش. به طرف همدیگه میدوید و بغل میکنید همدیگه رو و احساس کنید که انگار یه پتو دورتون پیچیده، گرم و دوست داشتنی. شما احساسشون میکنید و قلبتون خوشحال میشه و آرامش توی بدنتون میاد. اگه ما چیزی رو دوست داریم میتونیم همیشه تو قلبمون داشته باشیمش و میتونید ببینید که داریم باهاش بازی میکنید، قصه میگین، چیزایی که دوست دارین تعریف کنیم براش تعریف کنید و بذارید این احساس خوشحالی و آرامش از قلبتون توی همه بدنتون بیاد. کسی که دلتنگش هستین رو در آغوش گرفتین و دارین باهاش صحبت میکنید، دارین باهاش بازی میکنید،
دارین قصه هاتون رو براش میگین. شما میدونید که عشق و دوست داشتن اونها همیشه هست، عشقشون همیشه با شماست، حتی وقتی نمیتونید ببینیدش. همیشه خاطراتی که با اونها داشتین با شماست و هر وقتی که به قلبتون نگاه کنید اون احساس خوشحالی و شادی رو میتونید تجربه کنید و هر وقت که دلتون تنگ شد میتونید چشماتون رو ببندین، خودتون رو توی اون پارک ببینید، اون درخت، و بذارید اون فردی که دلتون برش تنگ شده بیاد طرفتون، بغلش کنید و مثل یک پتوی گرم که دورتون هست گرماش رو احساس کنید. بعد قصه هاتون رو میتونید بهش بگین، میتونید درباره یه چیزایی که دوست دارین صحبت کنین صحبت کنین باهاش، یا باهاش بازی کنین. یادمون باشه خاطراتی که خوبن هیچ وقت از بین نمیرن، همیشه هستن و هر وقتی که میخواین میتونید برین توی قلبتون اون خاطره های خوب رو پیدا کنید، بهش فکر کنید و لبخند بزنید. یادتون باشه همینطوری که شما رشد میکنید و بزرگ میشین، زندگی هم رشد میکنه و زندگی یه عالمه چیزای زیبا و شگفت‌انگیز داره که منتظره بهتون نشون بده. هر وقتی که دوست داشتید چشماتون رو باز کنید و میتونید درباره تجربتون و چیزی که امروز یاد گرفتین با آدمایی که براتون مهمن صحبت کنید و یا حتی بهشون یاد بدید، بهشون بگین که میتونن هر وقت دلشون برای کسی تنگ شد اون رو توی قلبشون ببینن، میتونن باش حرف بزنن، میتونن داستاناشون رو براش بگن، حتی میتونن باش بازی کنن. و این هدیه‌ایه که شما امروز میتونید با دوستاتون و آدمایی که براتون مهمن شریک بشید. یه روز دیگه با یه تمرین دیگه و یه راه خوب دیگه برای دیدن احساساتمون میبینمتون.